بدون شک با داروین و نظریه او آشنا هستید. اگر نه، نظریه داروین میگوید که همه موجودات تابع قوانین طبیعی یکسانی هستند و میتوانند در طول زمان تغییر و تکامل یابند. در این بین انسان‌ها هم مانند سایر حیوانات در طی ادوار بیشماری تکامل یافتند. اما گویا این نظریه درباره انسان‌ها صدق نمی‌کند، چرا که با پیشرفت علم در زمینه پزشکی و انجام مطالعات گسترده بر روی DNA انسان، رازی بزرگ آشکار شد. رازی که ثابت می‌کند نه تنها ما محصول روند طولانی و کند تکاملی نیستیم، بلکه ما هیچ ارتباطی با نئاندرتال‌های باستانی هم نداریم و مهمتر این که ما ناگهانی بر روی زمین ظاهر شده ایم و از زمانی که ظاهر شده ایم هیچ تغییری نکرده ایم. اجازه دهید تا واضح‌تر توضیح دهم. آنچه در تصویر می‌بینید دو کروموزوم مجزا هستند. این دو کروموزوم از قبل در ژنوم پستانداران وجود داشتند، اما کروموزوم‌ها دقیقاً از این قسمت که می‌بینید به دلیل نامشخصی شکسته شدند یا بریده شدند یا هر چه که نامش را می‌خواهید بگذارید، اما مهم این است که آن قسمت پایین کروموزوم، آن اطلاعات ژنتیکی مهم حذف شده و دیگر وجود ندارند و به جای آن دو قسمت بالا آنطور که در تصویر می‌بینید به هم پیوستند. اما این تمام ماجرا نیست، زیرا وقتی این دو قطعه به هم رسیدند ناگهان عملکردهای همپوشانی وجود داشت که در واقع کروموزوم جدید انسان را کارآمدتر می‌کرد. اما برای مقابله با آن به روشی که امروزه درک نمی‌شود، عملکردهای همپوشانی یا در داخل DNA خاموش شدند یا در داخل کروموزوم‌ها خاموش شدند یا به طور کامل حذف شدند. به این توجه کنید، هر سلول دارای یک هسته است و در داخل هر هسته کروموزوم وجود دارد و همه کروموزوم ها از DNA ساخته شدند که این حاوی اطلاعات ژنتیکی به نام ژن هستند. پس در واقع آنچه که خاموش شد یا حذف شد بخشی از اطلاعات ژنتیکی انسان بود. اما در اینجا یک موضوع مهم وجود دارد که نباید فراموش شود و آن همین است که با تمام این حذف کردن ها، با تمام این محدود کردن ها، اپیژنتیک توضیح میدهد که چگونه ذهن و ادراکات بدن شما را در سطح ژنتیکی تغییر میدهد. این نتیجه الگوهای انرژی، فرایند تجلی تمرکز، آگاهی شما و فرکانس وجودی شماست. عمل کرد، دقت، زمان وقوع این ادغام، این واقعیت که به سرعت اتفاق افتاده است، این واقعیت که آنقدر دقیق است که فقط برخی از توابع حذف شده، به ما میگوید که چیزی فراتر از تکامل در اینجا اتفاق افتاده است. و چرا این آمیختگی های اهمیت است؟ زیرا همین آمیختگی است که ما را انسان میسازد. همین آمیختگی است که ما را از سایر اشکال زندگی متمایز میکند. و این چیزی نیست جز یک طراحی هوشمند و بدون شک هدفی در پس این طراحی هوشمند وجود داشته است. بیایید به عملکرد خون انسان در هموگلوبین ها نگاهی بیاندازیم. 20 پروتئین وجود دارد که باید به طرز همزمان برای لخته شدن خون در بدن ما وجود داشته باشند. حالا میخواهم به این فکر کنید که چه میشد اگر فقط یکی از این هموگلوبین ها در هنگام بریدگی یا خراش یک ارگاسم در سر جای خود حاضر نباشند. الان به شما میگویم. در این صورت لخته شدن نمیتوانست اتفاق بیفتد و آن ارگانیسم آنقدر خونریزی میکرد تا زمانی که بمیرد. بله، من درباره این هوشمندی صحبت میکنم. بیایید به یکی از قدیمی ترین و اسرارآمیزترین متون معنوی که نوشته ابراهیم است نگاهی بیاندازیم. نام این متون سفر یتزورم میباشد و چگونگی پیدایش اشیا در جهان را تشریح میکند. سفر یتزورا اساساً یک توضیح گام به گام است. گویی روزی که هستی و بشر خلق شد، شخص و ناظری وجود داشت. ناظری که روند را خط به خط برای نویسنده کتاب یعنی ابراهیم توصیف می کند.
خب چه زبانشناسان چه دانشمندان به خوبی این را می‌دانند که هر زبان، هر الفبای منفردی که تاکنون وجود داشته است، چه میخی، چه پارسی، عربی، عبری، سانسکریت، یونانی، هر الفبای ایجاد شده همیشه دارای یک عدد مرموز بوده است که به یک حرف خاص مرتبط است. هیچ کس با اطمینان نمی‌داند که این اعداد از کجا آمده‌اند. این اعداد هرگز تغییر نمی‌کنند. آنها ثابت هستند. بنابراین اعداد این حروف الفبای باستانی را به راحتی می‌توان محاسبه کرد و این دقیقاً کاری است که دانشمندان انجام دادند. آنها اعداد این متن باستانی چند هزار ساله و عناصری را که در آن توصیف می‌کند مانند هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن، کربن، جرم اتمی، وزن اتمی و غیره محاسبه و با عناصر جدول تناوبی مقایسه کردند و متوجه شدند که دقیقاً همپوشانی دارند. این خارق‌العاده از زیرا در هزاران سال پیش دانش امروزی وجود نداشت. جدای این، جرم اتمی عناصری چون هیدروژن دقیقاً با حروف بسیار خاص در عبری، عربی و سانسکریت باستان و همچنین آن الفبای باستانی پیوند دارند. بنابراین آنها حروف متن باستان را با عناصر جدول تناوبی جایگزین کردند. سپس آن را بر روی DNA اعمال کردند، زیرا DNA از هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن و کربن در ترکیبات مختلف ساخته شده است. سپس شروع به خواندن آن کردند. همانطور که حروف یک جمله از صفحه کتاب را می‌خوانید، DNA ما پیامی دارد که تنها با عبور از مرزهای سنتی علم و معنویت قابل خواندن است و این به ما کمک می‌کند تا یک سرنخ دیگر از منشأ خود داشته باشیم. زیرا اولین جمله، اولین خط از هر رشته از DNA انسان دقیقاً به آن اشاره می‌کند. این جمله می‌گوید که خدای ابدی درون بدن. حالا فکر می‌کنید منظور این جمله چیست؟ خدای ابدی درون بدن. خود واقعی تو ذاتی خداوندی است که درون این بدن فیزیکی زندان است. و عیسی ناصری گفت وارد زندان آنها شدم که زندان بدن بود. بدون شک ذهنتان مشغول شد که آیا رابطه‌ای بین این گفته عیسی و این کشف مهم درون DNA انسان وجود دارد؟ خب با آن خواهم پرداخت، اما برای درک آن ابتدا باید بدانید که ابراهیم این علوم را از کجا آورده است و پاسخ به این سوال کتابی است که برگ‌ها نام دارد. این کتاب یک دانش باستانی است که توسط فرزندان میترا از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و هدف آن احیای دوباره بشر است. بدون شک این گفته من برای شما قانع کننده نیست، اما برای درک این بیایید به سه رویداد مهم تاریخی نگاه کنیم. حدود 2000 سال قبل از میلاد، سه فرد مرموز به دیدار ابراهیم می آیند. آنها به وسیله کنترل رعد و برق شهر سدوم را از بین می برند و سپس سنگ سیاه و این دانش باستانی که بخشی از کتاب برکاس را به او می دهند. قانع نشدی نه؟ عجله نکن و به این گوش کن. حدود سال 1475 میلادی، یعنی یک دهه قبل از کشف قاره آمریکا توسط کریستوفر کولومبوس، نابغه بزرگ عصر رنسانس یعنی لیوناردو داوینچی به دنبال کتاب برکا به آمریکای جنوبی رفته و با قوم اینکا دیدار کرده بود. سند این در دستنوشته‌های خود او به نام کودکس آتلانتیکوس موجود است. اما این تمام ماجرا نیست، زیرا سالها بعد لیوناردو داوینچی ارتش عثمانی را که به ایتالیا یورش برده بود فقط به واسطه کنترل رعد و برق از بین برد. اما آیا می دانید کجای ماجرا جالب تر است؟ او قبل از آغاز سفر خود بارها با سه نفر مرموز ملاقات کرده بود. قانع نشدی؟ پس به این گوش کن. در سال 1814 میلادی ارتش بریتانیا به رهبری رابرت راس به ایالات متحده یورش برده و توانستند در طول 26 ساعت پایتخت آمریکا یعنی واشنگتن دی سی را تصرف کرده
و بسیاری از ساختمان‌های دولتی و نظامی از جمله عمارت ریاست جمهوری یعنی کاخ سفید و ساختمان کنگره ایالات متحده را به آتش کشیدند. رئیس جمهور وقت آمریکا جیمز مدیسون همراه با دولت خود و چندین مقام نظامی توانستند فرار کنند و در شهر کوچکی در شهرستان مونتگومری پناه بگیرند. آمریکا به معنای واقعی کلمه سقوط کرده بود و ارتش بریتانیای کبیر کنترل را به دست گرفته بود. اما حدس بزنید چه شد؟ اکنون خواهم گفت. ناگهان ابرهای تیره آسمان پایتخت را فرا گرفت. صدای قرش رعد و برق در شهر تنین انداخت. باران شدیدی شروع به باریدن گرفت. طوفان عظیمی به پا خاست و در طول چند ساعت، فقط چند ساعت، ارتش بزرگ بریتانیا را از پا درآورد. سپس به سرعت شعله های آتش خاموش شد و به معنای واقعی کلمه آمریکا آزاد شد. آمریکاییان این روز را با نام روزی یاد می کنند که طبیعت به آنها کمک کرد. مذهبیون آن را دست خدا توصیف می کنند که به دادشان رسید و طرفداران نظریه فرازمینی ها آن را کمکی از طرف فرازمینی ها می دانند. اگر هنوز هم قانع نشدی، پس به نقش و نگار میترا بر بالای کنگره آمریکا با دقت نگاه کن. اینجا هم نقش سه نفر وجود دارد. عجب تصادفی. و یا هیچ چیز تصادفی نیست. در واقع همیشه سه نفر در کلیدی ترین اتفاقات تاریخی دیده شدند که بدون شک مهمترین آنها حضور این سه موق بر بالین عیسی دقیقا پس از به دنیا آمدنش بود. آری، تمام این علوم از همان دانش باستانی می آیند. اما اگر می خواهید بدانید منظور از خدای ابدی درون بدن چیست؟ و یا اینکه چه رابطه بین این گفته عیسی با این کشف علمی وجود دارد، از شما دعوت می کنم تا ویدیوی بعدی را تماشا کنید.